تظاهرات میلیونی مردم عراق در روز جمعه علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی. تظاهرات در میدان تحریر بغداد به رغم بسیج سرکوبگرانه مالکی و ادامه تظاهرات در استانهای جنوبی عراق. وقف المكون السنی فی العراق فی محافظات ست منتفضه يقول للظالم لا يا ظالم كفى ظلما هذا رمضان موقف هذا رمضان صمود هذا رمضان ثبات حرام اللي وعلم اللي يشتكي حرام اللي وعلم اللي يشتكي اسمع يا نور المالكي كلها حرام اللي وعلم اللي يشتكي كلها حرام اللي وعلم اللي يشتكي انت ورغتكم حرام اللي وعلم اللي يشتكي كلها حرام وعن السيدين السندين سيد الشباب اهل الجنه الحسن والحسين وعن امهما. تظاهرات میلیونی مردم عراق علیه حکومت مالکی و دخالت های دیکتاتوری آخوندی در شش استان به پا خواسته عراق از جمله در بغداد در مناطق اعظمیه، الغزالیه، العامریه، الخزرا، یرموک، الدوره، السیدیه، المنصور با شعار پایداری ما در ماه رمضان برگزار شد. منعت القوات الحكومية العشرات من الناشطين والمواطنين من التظاهر في ساحة التحرير. در جمعه این هفته در میدان تحریر بغداد نیز به رغم ممانعت شدید نیروهای مالکی تظاهراتی برگزار شد. در استان علمبار در شهرهای رمادی و فلوجه، در استان دیالی در شهرهای بعقوبه، مقدادیه و جلولا، در استان صلاح الدین در شهر سامرا، در استان نینوا در شهر موصل و همچنین در کرکوک مردم دست به تظاهرات زدند و سخنرانان بر پایداری متحسنین و تظاهرکنندگان تا تحقق خواسته هایشان تأکید کردند. در فلوجه و رمادی تظاهرکنندگان اعلام کردند نماز عید فطر در میدان تحسن برگزار خواهد شد. در دیالی تظاهرکنندگان در شش محل نماز وحدت برگزار کردند. فليعلم كل السياسيين في العراق وبالأخص السياسيين السنة أن وضع أهل السنة في العراق قد تغير فإذا كانوا جبناء. در نماز جمعه رمادی شیخ منیر العبیدی معاون دبیر کل شورای علمای عراق گفت اهل سنت در استانهای ششگانه به پا خواسته و میگویند نه ای ظالم، ظلم کافی است. این رمضان رمضان ایستادگی است، رمضان پایداری است. ما به شرایط قبل از هفت ماه پیش بر نمی گردیم. به ظلم رضایت نمی دهیم. به شکنجه رضایت نمی دهیم. به کوچ دادن رضایت نمی دهیم. در استانهای جنوبی عراق تظاهرکنندگان در هشتمین روز اعتراض خود دولت مالکی را تهدید به اعتصاب قضا کردند. خبرگزاری اصوات العراق با اعلام این خبر گفت یوسف الرماهی یکی از سازمان دهندگان تحصن دیوانی اعلام کرد تحصن شبانه در میدان آزادی تا زمان برآورده شدن خواسته هایمان ادامه خواهد داشت و هشدار داد که در صورت پاسخ ندادن به خواسته هایمان تحصن تبدیل به اعتصاب قضا می شود. به گزارش تلویزیون رافدین در تظاهرات خشمگینانه مردم بصره علیه مالکی یکی از تظاهرکنندگان گفت نطالب بالاسقاط الشهر الثاني ونور المالكي والكهرباء عندنا تعبانه بالبصره والناس صيام يعني ما خواستار سرنگونی مالکی هستیم. ما تا الان صبر کرده بودیم ولی دیگر نمیتوانیم. این دولت علیه مردم است، این دولت نیست. یک شهروند دیگر گفت شن شهرستانی تمنیر شهرستانی تو کلا کلا که ایرانی والله ایرانی. این شهرستانی کیست؟ تو کجا شهرستانی هستی؟ تو از رژیم ایرانی، به خدا تو از رژیم ایران هستی. یکی دیگر از تظاهر کنندگان گفت
ما مردم بصره برای مالکی ملعون یک پیام داریم، همان کسی که به مردم وعده دروغ داده است. ما خواستار برکناریش هستیم. مالکی و حسین شهرستانی باید بروند و ما مردم بصره نماینده همه مردم عراق هستیم. نحن جماهير البصرة نوجه رسالة إلى المالكي الملعون الذي أوعد الشعب بمواعيد كاذبة ونطالب بإقالته المالكي وحسين الشرستاني. ونحن جماهير البصرة نمثل العراق. أن هذه الحكومة لهم قلوب لا يسمعون بها. به گزارش تلویزیون رافدین، خطیب فلوجه در محکومیت جنایات دولت مالکی گفت این دولت معدنی از خباثت و شر است. این دولت کارش فقط کشتن و به حاشیه راندن و دور کردن اهل سنت و کشدار آنهاست. این دولتی است از گروهی از جنایتکاران و دزدان که فقط برای دزدی ثروت‌های این مملکت آمدند. شعبها منذ سبعة أشهر تفترش الأرض وتلتهف السماء. تجمع أبناء ذي قارب الاستمرار في تظاهراتهم لحين تلبية مطالبهم كافة، مهددين بتحويل التظاهرات إلى اعتصام عام. به گزارش تلویزیون التغییر، تظاهر کنندگان شبانه استان زیغار دیدار وزیر برق عبدالکریم افتان را از شهر ناصریه یک دیدار شکست خورده توصیف کردند. تجمع کنندگان در زیغار تهدید می کردند که این تظاهرات را در صورت عدم برآورده شدن خواسته هایشان به تحصن عمومی تبدیل خواهند کرد. من بعد السقوط لحد الآن من 2004 لحد الآن أنا قائم بالمظاهرات، مظاهرات سلمية، مسيرات سلمية. عبدالزهر شبال از رهبران تظاهرات در استان زیغار گفت وزیر برق فعلی و قبلی ها در دولت مالکی همه وعده های دروغ می دهند. اکنون دیگر زمان جدایی ما از مالکی فرا رسیده. تمامی وعده و وعیدها همه دروغ بود. ای وزیر یجی کهربا شوف عینی یاخذ حصته من العراق و روح شوف عینی کریم محیط غیره 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 کل آخر المطاف انه الشمر الثانی اللي هو شرس ثانی اللي عمید و ظهیر نور المالکی اللي مجد بی آخر المطاف انا بال 2010 من رحت مقابله مع المالکی على رئيس وفد. بروح بالدم نفيك يا عراق، 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 بروح بالدم نفيك يا عراق. به دنبال اعلام قبلی بر روی فیسبوک برای برگزاری این تظاهرات در میدان تحریر بغداد در اعتراض به بحران امنیتی و کشتار مردم عراق، به رغم ممانعت شدید نیروهای مالکی، صدها تظاهر کننده با حضور در میدان تحریر بغداد به وضعیت امنیتی اعتراض کردند. تلویزیون التغییر با اعلام این خبر گفت تظاهر کنندگان با سختی بسیار زیادی خود را به میدان تحریر رساندند، زیرا که نیروهای نظامی مالکی همه مسیرهای منتهی به میدان را بستند و مانع رسیدن مردم به تظاهرات میدان تحریر در بغداد می شوند. همچنین نیروهای سوات وابسته به نیروی مالکی از ورود تلویزیون ها به میدان تحریر بغداد جلوگیری کردند. عناصر اطلاعات مالکی با لباس شخصی 6 نفر از تظاهر کنندگان را دستگیر و آنها را به نقطه نامعلومی بردند. به گزارش خبرگزاری نینای عراق، شرکت کنندگان در این تظاهرات که برای اولین بار از طریق فیسبوک راه اندازی شد، از دولت مالکی خواستند تا پرونده امنیتی را حل و فصل نماید، ریختن خون عراقیان را متوقف کند و از عناصر نیروهای امنیتی که مقصر هستند حسابرسی کند. تظاهرات مردم عراق در حالی برگزار شد که انفجار یک بسته انفجاری در شهر نهروان
در جنوب شرق بغداد یک کشته و 4 مجروح بر جای گذاشت. همچنین انفجار یک بسته انفجاری در منطقه عامریه در غرب بغداد نیز 2 تن را کشت و 9 تن را مجروح کرد. در یک انفجار دیگر در نزدیکی ورزشگاه در منطقه مدائن در جنوب بغداد 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند.